یک شرکت فناوری اینترنتی در ایران متهم شده سرویسی که فراهم می‌کند می‌تواند به کار حکومت بیاید برای کنترل بیشتر و برخورد با کاربران اینترنت و سانسور اطلاعات در ایران. در کشوری با حکومتی مشابه حکومت ایران کار و تجارت چطور نسبتی با اخلاق و حق عمومی پیدا می‌کند؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و به شما در صفحه دوی آخر هفته خوش آمد می‌گویم. سلام بر شما. ابراروان یک شرکت فناوری اینترنتی است که زیرساخت‌های ابری برای ذخیره اطلاعات را در ایران بوم می‌کند. در هفته‌ای که گذشت، بحثی گسترده در فضای مجازی آغاز شد که بومی شدن چنین فناوری چه فواید و چه ضررهایی می‌تواند برای کاربران و کشور داشته باشد. در این برنامه موضوع ما شرکت ابراروان و آنچه بران رفته نیست، گرچه که در آغاز برنامه برای شما خواهیم گفت که کل دعوای موافقان و مخالفان درباره کار این شرکت چه بوده. موضوع بحث ما فراتر از یک شرکت و حتی یک صنعت به این برمیگردد که دخالت نهادهای بالاسری در هر کار تولیدی و فناوری و در کل هر استارتاپ چگونه صورت میگیرد و چه تأثیری بر اقتصاد، سیاست و اجتماع دارد. مدافعان و مخالفان دولت کارگزار چه نگاهی به این موضوع دارند و آیا در اقتصادهای آزاد این مشکلات وجود ندارد؟ اگر دارد چطور می شود مانع دخالت و سودجویی و تاثیرگذاری قدرتمندان اهم از حکومت ها یا شرکت ها در زندگی عامه مردم شد؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. عبدالرضا احمدی با ماست، پژوهشگر مدیریت اقتصادی از فرانکفورت. آقای احمدی روی فساد در دستگاه های اقتصادی در ایران هم کار گسترده کردند. فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه اقتصادی و سیاسی از یورک بریتانیا با ماست. آقای گوهردانی هم به نوبه خودشون در این زمینه ها کار کردن و امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت هم از نیویورک به ما وصل شدن. خوش اومدید آقای رشیدی. خوشحال میگم به هر سه مهمان برنامه. خوشحالم که ارتباط برقرار شد در لحظه آخر. آقای رشیدی، من خواستم ازتون بپرسم که اساساً چیه داستان؟ چون برای خیلی از مردم که شناخت زیادی از بحث تکنولوژی و فناوری های اینترنتی اینها ندارن، کلاً این که دعوا سر چیه خیلی روشن نیست. من یه مقدمه سعی میکنم خیلی کوتاه بگم، زمین این که به شما و سایر مهمانان سلام عرض میکنم. ببینین، بحث اینترنت در ایران از بعد از سال 88 تبدیل شد به یک بحث بسیار مهم و اساسی، و در واقع حکومت متوجه شد که اگر میخواد مردم رو کنترل کنه، جنبش های اجتماعی کنترل کنه، باید این گلوگاه رو کنترل کنه. اما همزمان بعد از به پایان رسیدن مذاکراتی که ایران با کشورهای غربی داشت در دولت آقای روحانی، مسئله اینم بودش که میخواستن تا این اقتصاد رو شکوفا بکنن، حداقل ادعاشو میکردن. درسته، بخشی از این اقتصاد نیاز به زیرساختا و ابزارهایی داره که اینترنت اونها رو فراهم میکنه. خب از یک طرف باید توسعه میدادن این زیرساختا رو برای اینکه بتونن اون اقتصاد رو شکوفا بکنن، ارتباط با دنیای غرب یا خارج از ایران رو به هر حال بتونن فراهم بکنن. قبلش اصلا ما اینترنت درست حسابی نداشتیم که واقعیت ماجرا این هستش. از طرف دیگه این نگرانی بود که ما باید این رو کنترلش بکنیم. اگه نتونیم کنترل بکنیم و به سرعت گسترش پیدا بکنه، بر علیه خودمون در واقع ابزاری میشه که استفاده میشه. در نتیجه پروژه‌ای که تو 8 سال دولت آقای روحانی جلو رفت چیزی بودش که قبلش جلو نمیرفت، یعنی به شکل سرعت خیلی بالایی دسترسی به اینترنت در ایران افزایش پیدا کرد، سرعت اینترنت در ایران افزایش پیدا کرد، زیرساخت‌های اینترنتی شروع کردن توسعه پیدا کردن برای اینکه بشه اون اهداف رو بهش به دست آورد، اما همزمان کنترل هم به وجود اومد. یعنی نوعی از زیرساخت اینترنت در ایران شکل گرفت که در دنیا بی‌نظیره. هم میتونه کنترل رو داشته باشه، اینترنت رو قطع کنه، داخل کشور اتفاقی نیفته، و هم میتونه ارتباط با خارج رو به نوعی برقرار بکنه که اون اهداف تجاری و اقتصادی که دولت آقای روحانی در پیش بود رو بتونن بهش برسن. این وضعیت اینترنت ایران رو تبدیل میکنه به یک وضعیت تقریبا منحصر به فرد در دنیا. بنابراین بحث اینترنت ملی کجای این داستان قرار میگیره؟ چون زیاد میشنویم که ابراروان زمینه سازی کرده برای اینکه اینترنت ملی آسان بشه.
اینجا نکته در واقع چالش برانگیز قصه هستش، به خاطر اینکه نه این شرکت، اگه ببینیم حجم سرمایه گذاری که شرکت های خصوصی یا خصولتی در حوزه اینترنت ملی کردن خیلی خیلی فراتر از این هست که ما بخوام روی یه شرکت دست بذاریم، تعدادشون زیاده. اما من یه مثال بزنم که یک ذره قصه روشن بشه. ببینیم ما دو تا قطع اینترنت در ایران داشتیم که این دوتا تکلیف ما رو روشن میکنه. یکی قبل از در واقع آبان، یکی خود آبان. قبل از آبان قطع اینترنت در ایران نیم آبان ساعت. 98 منظورتونه؟ بله. اون موقع قطع اینترنت نیم ساعت صورت گرفت و بیشتر نیمی شد که اینترنت رو در ایران قطع کرد، چون بانک ها مشکل داشتن، پلیس مشکل داشت، کسب و کارهای مردم دچار مشکل پیدا شده بودن، اگه میخواستن 12 روز ادامهش بدن کل کشور فلج میشد. خب گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بیاین ما یک ساختاری درست بکنیم که اگه ما اینترنت بیرون از ایران رو قطع کردیم، در درون ایران این شبکه کار بکنه. برای این شما بتونی این شبکه رو درست بکنی، نیاز به زیرساخت داری، نیاز به دیتا سنتر داری، نیاز به اپلیکیشن داری، نیاز به خیلی چیزهای دیگه داری. و این شرکت ها عملا شدن اون بخش داستان. منتها همین یه جمله رو بگم و بحثم طولانیشو تموم کنم. منتها موضوع اینجاست که اگه فکر کنیم امروز تمام این شرکت ها تعطیل بشن برن، آیا مشکل حل میشه؟ نه تنها حل نمیشه، بلکه مشکل دو برابر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شرکت ها دارن نیازی رو جواب میدن که مردم نمیتونن خارج از ایران تامین کنن به دلیل تحریم های تکنولوژی. بنابراین میخوام بگم ما یک مسئله چند وجهی و پیچیده ای رو داریم باهاش سر و کله میزنیم. متوجهم. من بخشی از جوابی که حالا به صورت غیر رسمی یکی از کارکنان شرکت ابراروان به همکاران ما داده، من میخونم براتون. گفته از نظر فنی تهمت‌ها و دروغ‌هایی که درباره آروان زده میشه بی اساس. آروان در بیانیه و سخنرانی‌هاش این موضوع رو کاملا به شکل شفاف تشریح کرده که ارتباطی مطلق زیرساخت ابری به هر نوع محدودسازی مستقیم یا غیر مستقیم از طرف این شرکت اصلا اعمال نمیشه. همینطور بحث‌های دیگه‌ای هم حالا این فرد مطرح کرده، ولی من سوال اساسی برمیگرده چقدر این داستان میتونه در این مقطع سیاسی باشه. آقای رشیدی اگه کوتاه بگید تا ما بتونیم بحث‌های زاویه دیگه بحث رو مطرح بکنیم، چون خیلی روی نزدیکی این شرکت با جهرومی بحث میشه، وزیر پیشین ارتباطات. خب والا من نمیدونم، ولی وقتی به برنامه‌هاشون نگاه میکنیم همیشه مقامات دولتی توی برنامه‌های این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های دیگه حضور دارن. اما من میخوام بگم که بحث اصلا فنی نیست، بحث سیاسی و سیاست گذاری است. بله از نظر فنی یک شرکت ابری نمیتونه اینترنت رو قطع کنه، اما مسئله فنی نیست، مسئله سیاسی و سیاست گذاریه و اینکه این شرکت های حوزه تکنولوژی در سیاست کلان اینترنت ملی ایران اونجا دارن چه نقشی رو ایفا میکنن. اون سوال که هست که تکلیف ما رو روشن میکنه. من باز یک بار دیگه میخوام تاکید بکنم که بحثی که ما امروز توی این برنامه دنبال میکنیم به طور اخص به شرکت‌های فناوری اطلاعات و تکنولوژی بر نمیگرده، اما خب همه قبول داریم که در روزگاری که درش زندگی میکنیم بخش عمده ای از اقتصادها روی فضای مجازی و اینترنت در حال شکوفایی هستن و برابر این ما باز به شما برمیگردیم آقای رشیدی در طول بحث برای موارد متعددی. آقای احمدی میخوام از شما بپرسم، شما روی فساد در اقتصاد ایران کارهای مبسوطی کردیم، بحثی که الان راجبش صحبت میکنیم این که یک شرکتی با هر حالا سطحی از خدماتی که داره تولید میکنه میگه من کاری ندارم که حکومت داره از این سوء استفاده میکنه، من دارم کار خودم رو میکنم. این رو میشه در نهادهای دیگه، در کارهای دیگه، در بخشهای دیگه هم دید. آیا اساساً در ایران ممکن هست کاری انجام بشه بدون اینکه نهادهای بالاسری دست بذارن روش؟ بله. منم سلام عرض کنم خدمت شما و همراهانتون. قبل از اینکه به جواب این سوال برسم بذارید اما مقدمه خودتون رو در واقع یک مقدار برگردم در خصوص اخلاق مداری و بازار و نقش اون در واقع در اقتصادای کتابی هست در واقع با همین عنوان، آیا بازار اخلاق را تباه میکند؟ من توصیه میکنم، چون ترجمه این نسخه در واقع ترجمه شدهش هم در ایران هست که به صورت مبسوط به این در واقع ایده میپردازه که آیا این اتهامی که در واقع توسط روشنفکران چپ و حالا در ایران توسط اقتصاددانان اسلامی
در مورد بازار مطرح میشه، یا این یه واقعیته و در اونجا به صورت آماری و مستند در واقع نشون میده که اتفاقا برعکس کشورهایی که اخلاق مدارترن، اتفاقا بازار آزاد در اونجا راحتتر و بهتر داره کار میکنه. و بعد نمونه های آماری هست، به عنوان مثال مثلا همین سوئدی که در اروپا هست، چجوری در سال 1950 طی 25 سال از کشور که در سال 1950 در واقع چهارمین کشور ثروتمند جهان بوده، چجوری با یک رویکرد به دولت بزرگ و سوسیالیسم در واقع نزول پیدا میکنه رتبهش و میرسه به چهاردهمین کشور ثروتمند جهان. به همین خاطر این به نظرم باید خیلی بیشتر روش بحث بشه. حالا مقدمه کوتاهش رو من گفتم، امیدوارم که بینندگانتون دنبال کنن، چون بسیار بحث مهمیه نقش بازارها در دنیای امروز. اما که در ایران آیا میشه این کار کرد؟ خب عملا اونجور که خودمونم میدونیم نه، نمیشه. کما اینکه طی در واقع از سال 1340 که یک دورانی از سرمایه داری و رویکرد کارآفرینی در ایران شروع شد، متاسفانه بعد از انقلاب 57 این تبدیل شد به دولتی شدن و بحث های مفصل شده تو این برنامه، خودتونم کردیم که چجوری در واقع اون انحصارگرایی و دولتگرایی بعد به خصولتی رسید و بعد امروز در واقع با صورت های مالی که منتشر شده از شرکت های در واقع دولتی نشون میده که چه زیان بزرگی رو مردم در واقع در نهایت متحمل شدن. و همین نمونه آخرش هم هفتپه بود دیگه، که یک شرکت دولتی بود، متاسفانه درش اعتراضات خوبی صورت گرفت، اما اعتراضات سوق پیدا کرد، باز در واقع همون تفکر چپ سوق داد به اینکه دوباره هفتپه دولتی بشه. و باز همونجوری که گفتم در واقع صورت‌های مالی نشون میده که تمام بستر ضرر و زیان این تجربه هایی که همش به دولت ختم میشه در حوزه اقتصاد مردم میدن. در دانش بنیان متاسفانه نه، چون شما الان بیاید بپرسید که حالا غیر از این شرکتی که داره کار میکنه، کار ابری، آیا شرکت دیگه در ایران میتونه به صورت مستقل شروع کنه و رقیب این شرکت بشه؟ دانش بنیان ها یک ایده نوآورانه دارن، ولی در ایران شما تمام این شرکت هایی مثل دیجیکالا یا همین شرکتی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، نه نوآوری دارن بلکه کار کپی کاری کردن. و اتفاقا اینا دنبال باجت هم برای اینکه مارکت رو در واقع مارکت آزاد رو که دسترسی بهش ندارن، نمیتونن مشتری پیدا کنن، نیاز به باجای بزرگ، باجت های بزرگ میشن و بعد اون وقت دولت و یا نهادهای شبه دولتی به عنوان سرمایه گذار، مثلا در مورد همین آلمان که سهامگذار بزرگش در واقع پاسارگاد دیگه، همون پاسارگادی که سال 94 فساد 650 میلیون یورویش در واقع اومد، اونها هستن که جهت میدن در واقع به این فناوری ها و اون در خدمت اهداف خودشون میگیرن. تمام بحثی که در همه پلتفرم های امروز در مورد این شرکت ابری است، در واقع سوء استفاده است که دولت میتواند چه به لحاظ مالی، چون که همه در واقع باجت چیز داره از اونجا تامین میشه، بله. چه به لحاظ ایدئولوژی میتونه کنترل کنه. آیا احمدی، من حتما به این بحث برمیگردم، برای اینکه خیلی موضوع مهمی است که آیا اگر شرکت وابسته به دولت نباشه این سوء استفاده ها غیر ممکن میشه، چون همین حالا میدونیم که بسیاری از نهادهای حقوق بشری در بسیاری از نقاط دنیا اعتراض دارن به دسترسی خیلی فراوانی که نهادها در واقع شرکت‌های اینترنتی دارند و دسترسی دارن به اطلاعات افراد و ازش بارها بارها استفاده شده در بحث‌های سیاسی، همون قضیه کمبریج آنالیتیکا، و بعد از اون در بحث‌های تجاری هم استفاده میشه. ولی من اجازه می‌خوام اول قبل از این با آقای گوهردانی صحبت بکنم. خیلی ساکت بودن. آقای گوهردانی، من می‌دونم با توجه به سابقه گفتگوهای پیشین ما، شما نگاهتون نگاه این نیست که دولت باید کاملا از اقتصاد به این شکل بیرون بمونه. شما معتقد هستید به اینکه به نوعی در بسیاری از جاها نیاز هست که دولت در یک اقتصادی مثل ایران قانونگذاری کنه و قانونها را اجرا بکنه. در شرایطی که فعلا داریم، ما میدونیم که بسیاری از این نهادهایی که در موردشون صحبت میکنیم نهادهایی هستند که به طور مستقیم اقتصاد رو در اختیار دارن، اما بعضی دیگر از بخشهایی هستند که به طور مستقیم مثلا نهاد وزارت ارتباطات به طور مستقیم بحث کار اقتصادی نمی کنه، اما ظاهرا
به صورت تشویقی با خیلی از این شرکت هایی که کارهای فناوری میکنن داره کار میکنه، چون لازم داره اینها رو برای اهدافی که داشته. شما این رو چطور میبینید، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ بازار؟ مسئله اساسی در تحلیل، به نظر مشکل اساسی در تفکر انسان ایرانی و تحلیلگران ایرانی که اینجا هم در گفتگوی که شما کردید با مهمانتون مشخص و مبرهن هست، یک سری دوگانه هایی هست که اون دوگانه ها خیلی مخربه. یکی دوگانه بازار دولته که شما بازار رو پیراسته و بدون نقص عیب ببینید و منبع تولید ثروت و دولت رو مظهر شر و بخواید اون رو حداقلش بکنه. ولی در اینجا این نگاه اروپا محوری وجود داره و اروپا در مقابل غیر اروپا و اروپا رو به عنوان الگو گرفتن و نگاهی که در بحث‌های توسعه مطرح تنوع نهادی رو نگاه نمی‌کنه که چرا نهادهای مختلف در سرزمین‌های مختلف متناسب با موقعیت و تاریخ و فرهنگ اون سرزمین‌ها شکل می‌گیرن. مثلا همین نقش سپاه یا نقش دولت در ایران، ما بحث توسعه که داریم، کشورهایی که با تأخیر وارد توسعه میشن، توسعه به عنوان کالای عمومی استفاده میشه و ما اصلا در اقتصاد یه مقوله‌ای داریم اسم کالای عمومی در مقابل کالای خصوصی. یعنی شما هم اخلاق عمومی و اخلاق ایثار احتیاج داری برای تولید کالای عمومی که امنیت هست و بهداشت و آموزش از کالایی که در بازار به طور مستقیم نمیشه تولید کرد، و در کنار اون مقررات و اجرا کردن مقررات که حتی در مثلا تولید پرتقال هم اگه شما مقرراتی نباشه در استفاده از سموم و از مواد شیمیایی، اگه فردا مصرف پرتقال به مثلا به سرطان زا بشه، این کل جامعه بعدا طلبکار میشه از سیستم دولتی که چرا نظارت نکرد به بخش خصوصی. بنابراین این مسئله اساسی مسئله دولت در مقابل بازار نیست، مسئله همکاری اینها با همدیگه است و اینکه کالای دولت، کالای عمومی و دولتی و خصوصی اینها مکمل همدیگه هستند، نه در مقابل همدیگه. و مسئله اینکه چرا در ایران ما بنگاه‌های خصولتی داریم، اینم برمیگرده به همون تنوع نهادی و مسئله امنیتی بود شدن تاریخ ایران و اینکه بحث تأخیری بودن و اینکه همواره در معرض هر نظام در ایران بوده، همواره در معرض تهدید سقوط بوده. یعنی نظام‌ها و رژیم‌ها در معرض سقوط بودن به خاطر که مشروعیت داخلی نداشتن و مشروعیت بین‌المللی نداشتن از هر دو جهت. به خاطر همین همه مسائل از جمله اقتصادشون، مثلا در قبل از انقلاب شما می‌دیدید که بازاری‌ها از طریق آقای رفسنجانی پول می‌دادن به فداییان و به مجاهدین، یعنی به مجاهدین پول می‌دادن بعد اونا هم به فدایی ها می‌رسید. بنابراین تأمین سیاست، تأمین مالی فعالیت‌هایی که علیه رژیم بود از طریق بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گرفت. بعد از انقلاب راهکار آقای گوهردانی، راهکاری که در ایران بهش رسیدن به نظر میاد بنابراین این باشه که همواره اقتصاد باید کاملاً در دست حکومت باشه، حتی اگر که ایده رو حکومت نمیتونه بیاره، به هر حال نیاز هست که کسانی ایده اقتصادی داشته باشن، اینا حکومت به طریق حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم وارد میشه و اون رو به دست میگیره. اینطوره؟ این بحث این که این مسئله نیست که باید اینجوری میشه، به خاطر گفتم اون موقعیتی که ایران درش قرار گرفته و کشورهای مثل چین، در چین هم همینطوری، در روسیه هم همینطوری، کشورهایی که با تأخیر وارد توسعه میشن، اگر شما فرآیند توسعه رو بذاری به عهده بازار، اونجا کامپراتیو ادوانتج، یعنی مزیت نسبی حاکم میشه که شما فقط باید عرضه کننده نفت و مواد خام و اینها باشید و یا اینکه گردشگری توسعه همین، یعنی در به صورت اقماری فقط تأمین کنید نیازهای اون سنتر رو، یعنی مرکز رو که کشورهای غربی کشورهای توسعه یافته هستن. اگه به بازار رها کنید هیچ وقت به توسعه نمیرسه. حتی مدل تو شما مدل کره جنوبی رو هم نگاه کنید، مدل آلمان رو هم نگاه کنید که به موج‌های مختلفی که بعد از انقلاب صنعتی، یعنی بعد از انگلیس وارد صنعتی شده، همیشه همکاری وجود داشته بین دولت و بازار و بین نخبگان و مردم. و مسئله اساسی اینجا هم همینه که ما باید تفکیک بکنیم بین مالکیت، مدیریت، کنترل و مشارکت. این چهار تا عنصر هستن که با همدیگه اقتصاد رو میچرخونه. ولی به نظر میرسه که موضوعی که الان همه رو خیلی نگران میکنه در بحث ایران مسئله کنترله، چون کنترل در ایران فراتر از بسیاری از کشورهای دیگه داره صورت میگیره دیگه. حکومت در ایران دست کم برداشت عمومی از وضعیتی که در ایران هست این هستش که حکومت در تمام زاویه های زندگی مردم دخالت داره یا میخواد دخالت داشته باشه. نه این بسر
بحث اساسی اینه که این برمیگه به مسئله اعتماد. یعنی شما هم در قبل از انقلاب میگفتید نظام شاه همینجور، ساواک هم میگفتن دیوار موش داره موش هم گوش داره. یعنی بحث این حکومت جمهوری اسلامی نیست، گفتم به خاطر بینابینی بودن، به تأخیری بودن، به اینکه جامعه ایران جامعه حابزی هست، یعنی جنگ همه بر هم، جنگ ایدئولوژی ها و افکار هست، که در حرفای میمان شما هم بود که به جناح چپ حمله میکردن. یعنی این بحث های ایدئولوژیک هست و فکری هست، این به تعادلی نرسیده که در غرب جامعه همگن نشده که بر اساس قانون اساسی تعریف بشه. این دخالت دولت و در همه امور از جمله فرهنگ، اقتصاد، هنر، همه امور اجتناب ناپذیره. بلکه اگر مثلا گفتم من مثال ساده شما نگاه کنید، اگر این پرتقال ها مسموم باشن و سرطان زا باشن، این مسئله فقط مسئله داخلی ایران نیست، فورا ابزاری میشه از طرف نیروهای خارجی بیرون از ایران، نیروهای برانداز، و اینکه کل سیستم رو میخوان سرنگون کنن. یعنی جامعه ایران به یه تعادلی نرسیده که مسائلش رو گام به گام و با توافق و با همدیگه و مشارکت همدیگه به صورت صلح‌آمیز حل کنه. من قبل از اینکه با آقای رشیدی وارد بحث بشم برای اینکه زاویه دیگر رو باز کنیم، میخوام آقای احمدی اگه میخوان پاسخی بدن به این صحبت ها. بله حتما. متاسفانه مهمانتون خب اطلاعاتی رو میگه که همش نیاز به راستی‌آزمایی داره. حالا من به همه اونها نمیپردازم. من نگفتم که دولت مقابل بازاره. از همین سوئد مثال زدم، این همین کشوری که وسط اروپاست و گفتم به صورت آماری نه به صورت در واقع پوپولیستی و شعاری، گفتم که این کشور در سال 1950 که در واقع دولت کوچک بود، دولت هنوز بزرگ نشده بود، سیاست‌های سوسیالیسم درش پیروی نشده بود، در رتبه چهارم بود. بعد از 25 سال که روی کرده در واقع این کشور رفت این سمت، تبدیل شد به 14 در واقع کشور ثروتمند. این دیگه متوجهم. ولی آقای احمدی واقعا بحث ما الان بحث سوسیالیسم و غیره نیست. البته بحث خوشحالی و خوشبختی که اگه بخوایم تر بکنیم، خب کشورهای اسکاندیناوی همیشه به عنوان خوشبخت‌ترین کشورهای جهان مطرح هستن، حتی اگه بهترین اقتصاد جهان نباشن، اونها رو هم میشه در نظر گرفت دیگه. من خانم قاصدی مشکل ایشون تحلیلی که می‌کنن مشکلش همینه. آقای گاردانی به شما حتما وقت میدم، اجازه بدید صحبتشون تموم شه. بفرمایید. اطلاعاتی میده که متأسفانه اینا نیاز به راستی آزمایی داره. مثلا در ایران واقعا این مثالی که ایشون میزنه، سپاه رو عنوان میکنه، ببینید سپاه در هیچ جای دنیا هزینه نظامی در واقع این یک فکت مانعی است برای توسعه سیاسی، برای اینکه هزینه های نظامی میتواند در جای جایگزین بشه مثل اقتصاد. هزینه در واقع نظامی میتواند صندوق توسعه یک کشور رو خالی کنه، صندوقی که باید در واقع بره زیر ساخت بسازه، و این چیزیست که اتفاقا در همین 40 اخیر شما شاهدی، و در همین یک دهه اخیر به طور مثال آقای رئیسی در همین 2 که در واقع بودجه که امسال نوشته، بودجه سپاه رو از 38,000 میلیارد رسونده به 100,000 میلیارد. یک نهادی که در واقع اتفاقا موزل اقتصاده، موزل در واقع اینه که نهاد مردمی صاحب ثروت بشه. به خاطر این در هم ریختن مطالب برای اینکه به این مراد برسید که من گفتم که دولت در واقع در واقع اجازه بدید آقای گوهردانی هم خیلی کوتاه پاسخ بدن، چون بحث اگر در واقع بازار سوء استفاده کنه از نابایی مردم، من همون حرفم اینه که دولت ها در واقع بسیار بدتر و بسیار وخیم‌تر میتونن از نابایی مردم استفاده کنن، میتونن در واقع سوء استفاده کنن. کما اینکه مثال زدم، میگفتم این گزارش اخیر در واقع کدال از شرکت های دولتی، تمام این فاجعه که بنده دارم براتون نشون میدم داره نشون میده که چه بلایی سر سرمایه مردم. یعنی شما ترجیحتون به هر حال این هست که همواره بازاری که خودش تصمیم بگیره، خودش به آزادانه بتونه کار بکنه، خیلی بهتر از بازاری هست که دولت براش برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری شدید بکنه. اجازه بدین آقای گوهردانی خیلی کوتاه اگه پاسخ بدین، چون من زاویه‌های دیگه همینه که ایشون در نظر نمیگیرن. بحث تأخیری بودن، بحثی که من توضیح دادم که جامعه که تأخیری باشه، شما از کامپراتیو از اقتصاد بازار که استفاده کنید، تبدیل میشه به یک توسعه، تو میشه توسعه اقماری، یعنی میشید مثل امارات، مثل قطر، مثل کشورهایی که دائما سرویس میدن به اون کشورهای مادر، کشور مثل ترکیه، مثل کره یا آلمان. اساسا در شرایط فعلی جهان راه دیگه ای وجود داره. به هر حال ایران یا هر کشور دیگه‌ای که الان داریم شما اشاره کردیم بهشون، مثلا چین، اینها به هر حال دیرتر شروع کردن و عقب‌تر هستن از بعضی از کشورهای غربی به لحاظ پیشرفت دیگه. شما فکر نمی‌کنید با واقعیاتی که در جهان هست باید به هر حال تم بدن و با اون واقعیات جلو برن؟
بحث اساسی همون درونزا بودن و برونگرا بودنه. بحث برونگرایی این که شما باید دسترسی داشته به اقتصادهای منطقه‌ای و به اقتصاد جهانی، این درش تردیدی نیست. ولی اولا شما احتیاج به امنیت و ثبات دارید. امنیت احتیاج داره به اینکه شما روی مخارج نظامیتون سرمایه گذاری کنید و درش به این استقلال رسیده باشه. اگه این نداشته باشه مثل اوکراین میشه، مثل افغانستان میشه و مثل سوریه میشه و همه و اصلا اقتصادی شکل نمیگیره. من اصلا تعجب میکنم که ایشون میگن که رابطه معکوس بین هزینه‌های نظامی و چیز و رشد توسعه وجود، اصلا اینطوری نیست. تمام ادبیات بس ایشون در مورد سوئد هم که میگن اصلا بحث کاملا غلطیه، برای اینکه اصلا در نظر نمیگیره که رشد و توسعه یعنی شما ممکنه کشوری با نرخ کمتری رشد کرده باشه، کشورهای دیگه‌ای که با نرخ بزرگتری رشد کرده باشن به دلایل متعدد متفاوتی به تنوع در واقع در رده بندی جابجا بشن. متوجهم چی میگید. نکته هم شما گفتید بحث هپینس، اصلا در اقتصاد امروز به عنوان خوشبختی معیار نهایی است. یعنی خیلی از کشورهایی که و اینکه چرا اقتصادهای چرا مفهوم چپ مطرحه، به خاطر این شکاف طبقاتی که در اقتصادهای بازارگرا شکل میگیره و به خاطر همین تفکر چپ رو ایشون علارم حملاتی که میکنه نابود نمیشه. این منطقی پشتش هست که اقتصاد بازار بحران زاست، یعنی دوچار بحران 99%. من خواهش میکنم از آقای من خیلی خوشحالم که به هر حال شما دو نفر نظرات متفاوت داریم، برای اینکه اون چیزی که برنامه رو همیشه جذاب و جالب میکنه بحثای در واقع نقطه نظرات متفاوت هست در یک برنامه. اما من میخوام که بحث پیش بره و واقعیتش اینه که بحث ما الان واقعا کاپیتالیسم و سوسیالیسم و اینها نیست. یک راجع به یک کشور خاص، راجع به یک وضعیت خاص داریم صحبت میکنیم. من بحث امنیت که طرح شد آقای رشید، میخوام از شما این زاویه رو بپرسم، چون بحث امنیت بحث بسیار کلیدی هست در همین داستان فناوری‌های اینترنتی. زاویه‌ای که نهادهای حکومتی در ایران واردش میشن این هستش که ما یک کشوری هستیم تحت تهدید، تهدیدهای گسترده، تهدیدهای سایبری هم بخشی از اون هست، جاسوسی از ما صورت میگیره که اینها هم دروغ نیست، واقعا صورت میگیره. بحث این هستش که آیا این که اینها میخوان این زیرساخت‌ها رو در داخل کشور تولید بکنن، فارغ از اینکه حکومت جمهوری اسلامی هست یا حکومت دیگری در ایران، به نفع یک کشور هست که این زیرساخت ها درش بومی باشه یا نه بهتر این هستش که یک نهاد کشورهای بین المللی پیشاپیش به این رسیدن، یک سری شرکت ها از همونها استفاده بکنن؟ اگه برای یه لحظه ما فراموش کنیم که راجع به کشور ایران با اون مختصات و شرایط صحبت میکنیم و به قول گفتن این دوربینمون رو زوم اوت کنیم بریم از بالاتر ببینیم، میبینیم که تقریبا همه کشورها دارن همین مسیر رو میرن. یه جاهایی حتی خیلی جدیتر میشه. ببینیم مثلا یه بخش از قانون GDPR در اتحادیه اروپا میگه که به فیسبوک و گوگل و همه این شرکت ها میگه داده های کاربر منو حتی اگر الان در این لحظه در داخل اتحادیه اروپا زندگی نمیکنه باید تو اروپا نگه داره. یا الان خیلی جلوتر داره حتی بحث دی ان اس اتحادیه اروپا رو دارن میکنن. بنابراین این بحث ها درسته، منتها به قول ما گفتن میگن کانتکست همه چیزه. شرایط خاص ایران شرایطی متفاوت هست از دنیا. این حکومت ایران مدعی هستش که من دارم با اون استانداردها میخوام برم جلو، اما چیزی که داره در عمل پیاده میکنه فاصله ای از زمین تا ماه داره با اون سیاست ها. مثلا میگم فرض بکنید که یک چیزی که در همین مورد بحث و جدل خیلی جدی باعث به وجود من شده بود، قراردادی بود به نام قرارداد ابر ایران. دولت اومد اعلام مناقصه کرد، میخواست یه سری در واقع دیتا سنتر ابری درست بکنه، اعلام مناقصه کرد، 4-5 شرکت توی این مناقصه برنده شدن، قراردادش هم عمومی بیرون الان هست، شما میتونید تو توییتر یا هر جایی بگردید. یه پرانتز باز بکنیم برای کسایی که خیلی ممکنه متوجه نباشن ابر چیه و داستان چیه، خیلی کوتاه بگید که چیه و بعد بحث ادامه بذارین. اصلا فاصله بگیریم از اینجا. دولت یه پروژه اینترنتی اعلام کرد، بذارین در همین حد ساده بگیریم. چند تا شرکت اومدن توی مناقصه شرکت کردن و در واقع پیروز شدن، قرار شد این پروژه اینترنتی رو ببرن جلو. یه بندی این قرارداد داره که داره تو اون بند میگه که من به عنوان دولتی که با من قرارداد بستی اگه از تو داده کاربرا رو خواستم باید به هم بگی. همینجا الان یه چالش بزرگ به وجود میاد دیگه. یه عده میگن خب بقیه جای دنیا هم همینه، اگه دولت بره بگیره باید بهشون داده بشه. همینه واقعا تفاوت‌ها رو میخوام عرض کنم. منتها
اون این صورت مسئله ساده شده است. همونطور که دو قسمت اول صحبتم گفتم، ما یک با یک مسئله چند وجهی پیچیده طرف هستیم. مسئله اول اینه که شما اون قرار داده میخونی اصلا نمیفهمی کی میخواد بیاد بگیره، آیا قرار قوه قضاییه بیاد، آیا پلیس فتا قرار بیاد، آیا نیروی امنیتی باید بیاد، اصلا روند این اتفاق چیه. ما فرض بکنیم که اساسا یک درخواست مشروعه، مثلا پورنوگرافی کودکانه، مثلا یه درخواست، روند چیه ما نمیدونیم. یک. دو، مسئله اینجا هستش که اون شرکت ها شفاف نیستن. چون مثلا میگم اگه برین فیسبوک رو ببینی، فیسبوک هر 6 ماه تا یک سال داره یه چیزی منتشر میکنه به نام گزارش شفافیت، میگه تمام دولت ها در سراسر دنیا این درخواست ها رو از من کردن، من این جوابا رو بهشون دادم. تو ایران فکر کنم فقط آروان کلاود ابر آروانه که داره این گزارش شفافیت رو منتشر میکنه، بقیه اساسا چنین کاری رو نمیکنن، که همون که میدونیم به هر حال دارن یه سری چیزا رو تحویل میدن. من میخوام بگم که حتی با توجه به شرایط خاص ایران همچنان میشود کارهایی رو انجام داد که به دلیل اینکه این شرکت ها تمام تمرکزشون بحث فنی هست و متوجه نمیشن که محصولی که تولید میکنن در شرایط و زمانهای مختلف چطور ممکنه بر علیه کاربران استفاده بشه، برای همین اینجا رو دارن نادیده میگیرن و رد میکنن. شما تو هیچ کدوم از شرکت های ایرانی پیدا نمیکنید که مثلا دپارتمان پالیسی داشته باشه، شرکت حوزه تکنولوژی، دپارتمان بخش مثلا سیاست گذاری. آقای رشیدی، آیا اساساً زورشون میرسه؟ چون مثلا شما میدونید که مثلا فیسبوک یه شرکتی هست با مختصاتی که داره دیگه، به بزرگی که الان دیگه اینستاگرام و واتساپ هم بخشی ازش هست و برای خودش یه غول تکنولوژی هست. زورش میرسه بتونه جلوی دولت آمریکا وایسه، حالا به شیوه های مختلف، اما آیا زور مثلا ابراروان میرسه به اطلاعات سپاه؟ بسیار خلاصه ببینین، دو حالت بیشتر ندارید. یا شما با یه پرونده فوق امنیتی طرف هستین که اصلا بحث زور و اینا نیست، مگه فرودگاه امام خمینی اینا تانک اومدن اون وسط قصه رو جمع کردن؟ اما همیشه که اون اتفاق نمیفته که تمام درخواستایی که میاد که یک چنین درخواستایی نیست. ما موارد زیادی رو داریم که پلیس فتا، نمیدونم قوه قضاییه، از بعضی از شرکت‌ها درخواست کردن داده کاربر رو بدن و اون شرکت‌ها ندادن و رفته دادگاه و نتیجه به نفع اون شرکت ها تموم شده. مسئله اینجاست که چرا جلو جلو میرن به استقبال ماجرا و بدون اینکه بدونن وارد چه بازی میشن، از همون اول یه تعهدی میدن که اصلا معلوم نیست این تعهد به کی دارن. چرا این شرکت ها چرا تعهداتی میدن؟ آیا مثلا کمک مالی دریافت میکنن؟ آیا نگران اینن که جلوی کارشون گرفته بشه؟ دلیل عمده ای که شما دیدید توی سالها که شرکت ها همکاری میکنن با نهادهای امنیتی چیه؟ سه تا دلیل من میتونم اسم ببرم. یه بخش اقتصادی است، یعنی اگه توی این مناقصه شرکت نکنن بازاری که بهش دسترسی دارن بازار محدودیه، در نتیجه نیاز به پول دارن. دوم، باید ببینین این شرکت ها مؤسسین چه کسانی هستن، هیئت مدیراش از کجا میان، سرمایه اصلیش از کجا میاد، اونها به هر حال نقش موثری دارن. سوم، مسئله این هستش که ببینین همون مشکلی که تو فیسبوک هست اینجام هست. شما با یک گروهی جوان متخصص خیلی خودمونی اگه بگم نرد طرف هستین که تمام تمرکزشون رو بخش فنیه، اصلا و ابدا متوجه این نیستن که محصولی که تولید میکنن تو فیسبوک، اینستاگرام توی رواندا یه مشکل داشت، توی نمیدونم ایران یه مشکل داره، تو آمریکا یه چیز دیگه. درسته. شما تا زمانی که توجه نکنی که از ابزاری که داری تولید میکنی چه شکلی در کجا داره استفاده میشه، همواره و همواره حتی اگر در شفافترین و دموکراتترین کشور دنیا زندگی بکنید همین مشکل رو خواهید داشت. آیه گوهردانی، شما یه جاهایی سرتون رو تکون میدادید، موافق نبودید با بحث، خواهش می‌کنم راجع به اونا صحبت کنیم. ولی سوال مشخص من در مورد این صحبتهایی که شنیدید، بحث این هستش که آیا به نظر شما با اولویتی که به هر حال میدونم در نظر شما بحث امنیت داره و فکر میکنید امنیت زیربنای هر نوع توسعه‌ای هست و لازم هست برای هر کشوری، آیا فکر میکنید اساساً اون شیوهی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در پیش گرفته کمکی به این وضع میکنه؟ آیا شما موافق هستید که شرکت‌ها در ایران برای اینکه بتونن کار بکنن همکاری‌هایی با حکومت ایران بکنن، همکاری‌های امنیتی؟ من میگم که این همکاری ها اجتناب ناپذیره، در همه جوامع هم هست. در غرب هم شما اگه نگاه کنید، در بحران 2008 بحث من که داشتم میکردم مسئله مالکیت و مدیریت و کنترل،
وقتی که بانک ها ورشکست شدن و فروپاشی کل اقتصاد در مرز تهدید بود، یا حتی شرکت های بزرگ فولاد وقتی که تعداد زیادی میخوان اخراج بشن، دولت از مسئله مدیریت و مالکیت عبور میکنه و کنترل رو به دست میگیره. خب یعنی مسئله وقتی بحران زا میشه، جامعه ایران جامعه بحران زده است، برای 200 سال هم هست و اینو تمام سیاستگزاران و فعالین اقتصادی باید لحاظ کنند و فکر نکنند که این سیاستگزاران هستن که مقصرند. کل جامعه ما بحران زده است و در زمان شاه هم بنیاد پهلوی بود به جای سپاه پاسداران. یعنی شما یک فانکشن اونجا وجود داره، اونم مسئله این که ما از تولید امنیت، از تولید ثبات عقب موندیم، نتونستیم امنیت و ثبات به طور جمعی، نه گروه خاصی از ما، تولید کنیم. به خاطر همین این دخالت های دولت اجتناب ناپذیره، به خاطر همه مسائل امنیتی میشه. و بهترین درک برای ما اینه که تمام بازیگران بفهمند که باید با هم مشارکت کنند و هم فکری و هم دردی کنند و با هم داد و ستد کنند و بدون اینکه جیغ و داد و فریاد که چرا. متوجه هم، ولی در این تصویری که شما میدید مثلا خانواده های کشته های آبان کجا قرار میگیرن؟ خانواده های کسانی که تحت بازجویی های گسترده از طرف نهادهای امنیتی دائما قرار میگیرن کجا قرار میگیرن؟ افرادی که مثلا با یک اکانت بدون نام و نشان توی توییتر دارن فعالیت میکنن، وقتی به تعداد مثلا 60-70 هزار تا فالوور میرسن پیداشون میکنن، بازداشتشون میکنن از همین طریق، از طریق همین شرکت های داخلی، تکلیف اونا چی میشه؟ بحث من همینه که شما وقتی جامعه تو حابزی باشه، جامعه ای که برادر کشی باشه، به لحاظ فکری جامعه به تعادل به ثباتی نرسه باشه که در قانون اساسی قانون اساسی 200 سال نتونستیم بنویسیم، اینجا همه میخوان به سه تا گروه تقسیم میشن در زمانش، گروه برانداز، اصلاح طلب و اصولگرا، همش همین 200 سال هم اینجوری بوده. و حکومت ها چه نظام شاه باشه، چه مصدق باشه، چه زمان مشروطه باشه، چه الان باشه، خودشون در معرض تهدید میبینن، تهدید داخلی و خارجی. و اونایی هم که از این ابزارهای مختلف مدرن استفاده میکنن برای اینکه نظام رو سرنگون کنن. در زمان شاه بود فداییان و مجاهدین بودن. ولی با این توصیفی که شما میکنین آقای گوهردانی، تصویر بسیار تلخی است. یعنی ما برای نسل های طولانی تا الان در این وضعیت بودیم، از این به بعد هم در این وضعیت اسلام پیدا خواهد کرد و این سیکل باطل، به خاطر اینکه همین یه عده مقصر رو، یعنی یه دوگانه دولت در با دولت و بر دولت وجود داره، دولت در مقابل مردم وجود داره. بحث دولت مردم نیست، بحث دولت بازار نیست، بحث نخبگان و مردم هست. که نخبگان رنگارنگی که ما داریم، چه بازار محور و لیبرال، چه چپ، چه مذهبی، باید اینها با هم بتونه همکاری کنن به نظام‌های مشترک بر اساس قانون اساسی مشترک، چه نوشته چه نانوشته. تا وقتی ما این همکاری و مشارکت نداشته باشیم، مسئله مدیریت و مالکیت مهم نیست. یعنی بازار دست کی باشه مهم نیست، نهایتاً کنترل مهم است و کنترل دست جامعه است. حتی در ولی خب در حکومت، حالا باز برمیگردیم، اجازه بدیم من میخوام آقای احمدی صحبت بکنم، ولی به هر حال در جامعه ایران میدونیم که نهادهای در واقع مردم نهاد هم خیلی قابل گسترش نبودند، در به خصوص 20 سال گذشته به شدت سرکوب شد. آقای احمدی، نظر شما راجع به این صحبت ها چیه؟ آقای گوهردانی به روشنی میگن که در وضعیتی که یک کشوری مثل ایران داره، با تهدیدهایی که همواره باش روبرو بوده، در دولت های بسیار متنوع و در 200 سال گذشته همواره این هست و تا این مشکلات هست وضع ایران همینه و چاره ای نیست. شما موافق مایید؟ میگم متاسفانه مهمانتون یک سری اطلاعات اساسی و پایه‌ای رو یا باید دوباره مرور کنند رفرنسشون. کتاب نوشتم چاپ شد. من نمیخوام بحثو شخصش کنم. شما میگید هزینه نظامی، اولا که میگید هی مدام اصرار دارید شرایط خاص. این شرایط خاص محصول اتفاقا وجود جمهوری اسلامیه. کارآفرینی که نتواند به بازار آزاد و منطقه بدون رانت، بدون اتصال به رانت، بدون در واقع رفتن تو ارتباط زدن با سپاه، نتونه برقرار کنه ارتباط اقتصادی و بازرگانی، معلومه که تکلیفش در واقع چی میشه. من به شما دارم میگم هزینه نظامی
هزینه های دولت رو میبره بالا. شما این فکتی که کاملا علمیه، کاملا دو دو تا چهار تا اینو شما زیر سوال میبرید، میگه چطور ممکنه؟ امنیت رو شما خلاصه میکنید به بحث نظامی. امنیت نزدیک به 16 17 تا شاخص داره. یک مملکتی که در عرض یک سال 50% مصرف پروتئین درش کاهش پیدا کرده، امنیت غذایی نداره، امنیت درمانی نداره، امنیت سلامت. شما همه این فاکتورها رو ول میکنید، میچسبید به امنیت نظامی، اونم مملکتی که اتفاقا ارتش هم داره، نیازی به یک نیروی شبه نظامی که اتفاقا آرمان کشورداری هم نیست، بلکه آرمانش کاملا ایدئولوژی که کارنامش رو هم دارید میبینید. همه این فاکتور رو به هم میزنید، بعد از توی صحبت‌های من استنتاج میکنید که من مخالف دولتم. اون دولتی که در آمریکا 2008 در واقع اومد وارد کار شد، یک دولت مالیات بگیری بود که با رأی مردم میومد بالا، نه یک دولت دیکتاتوری که نفت رو میفروشه، مالیات رو میگیره و اصلا اجازه نمیده نهادی که ما جامعه مدنی که بله. پول نداشته باشه. آقای احمدی، ولی اشاره آقای گوهردانی شنیدید که این مسئله حال حاضر ایران نیست، قبل از انقلاب هم به خصوص از سال 50 به بعد باز این مسائل مطرح بود. تنها دهه‌ای که در ایران دهه‌ای که در ایران بحث گسترش صنعتی رو به طور دیگه الان همه راجبش صحبت میکنیم دیدیم و داریم، دهه 40 هست. دهه 50 باز رو به افول میره. شما اون رو چطور ارزیابی میکنید؟ میگم برای اون میشه تحلیل کرد، اما اینکه بنیاد پهلوی رو شما مقایسه میکنید با سپاه، واقعا اصلا قیاس غیر واقعی. شما در دوران پهلوی صنایع ماشین سازی داشتی. بنده خودم از یک آدمی هستم که فقط دارم از صنعت، دارم از خانواده صنعت اومدم میکرد بیام، اینا رو دیگه میدونم و نیازی ندارم که در واقع رو این فکتور با شما بحث کنم. در موقع ما صنعت سازی داشتیم، لوازم خانگی داشتیم. الان در واقع به واسطه بخش دولتی ما چه صنعتی رو آفریدیم؟ شما نظام آموزشی مملکت رو نگاه کن، اصلا کجا اومده در مورد کارآفرینی، در مورد نقش بازارها صحبت کرده که شما الان میگید اگه یه همزیستی بین بازار، کدوم بازار؟ یعنی شما معتقدین به هر حال سیستم ایدئولوژی که اداره جمهوری اسلامی هست که کار دست مملکت داده بهش؟ من جد در واقع میگم که تمام این حواشی که ما داریم در واقع که امنیت نیست، شرایط ایران خاصه، محصول این 40 ساله و در قبل از در واقع این 40 سال نه ما شرایطمون آنچنان در نظام بین الملل بحرانی بوده، نه کارآفرین ایرانی اینقدر در واقع فقیر بوده و اینقدر متوجهم. ولی چرا به احمدی، من اینو به آقای گوهردانی هم گفتم، تصویری که ایشون میدن تصویر خیلی در واقع آدم باید نگران بشه که ما نسل هاست دچار این مشکل هستیم و کماکان همین وضع ادامه داره. ولی کسانی که مثل شما هم وقتی صحبت میکنین، تنها چیزی که انگار که راه حل این مشکلات هست رفتن جمهوری اسلامیه، کاری که به هر حال الان سالیان سالی که عده زیادی دارن تلاش میکنن، هنوز اتفاق نیفتاده، هنوزم نمیدونیم کی ممکن اتفاق بیفته. در چنین شرایطی خب باعث نمیشه که این باعث نمیشه که ما واقعیت ها رو نگیم، اینکه رفتن جمهوری اسلامی اتفاق بیفته نیفته، فردا باشه، 10 سال دیگه باشه، این باعث نمیشه که بنده فکر رو بیام زیر سوال ببرم و بگم که ببینید شما برای اینکه کارآفرینی داشته باشید، من یه رتبه شاخص کسب و کار رو میگم که در همین در واقع سال گذشته ایران در بین 14 تا در بین کشورهای خاورمیانه در رتبه آخر در واقع شاخص کسب و کار. چرا؟ برای اینکه نوآوری محصول وجود نداره، برای اینکه دسترسی به بازار خارج وجود نداره، برای اینکه نیروی انسانی آموزش لازم رو نمیبینه، برای اینکه در واقع در پیوند با در واقع تبادل اطلاعات نیست. اینا محصول یک دولتی است که ایدئولوژی داره تولید میکنه. و من مثالم اول صحبتم که گفتم آقا کارنامه این دولت رفتن پشت دولت رو همین دیروز پیروز در سایت کدال شما دارید نگاه میکنید چه هزینه ایجاد کرده. کجا شما در این 40 سال دیدید که بخشی هم نفت دستشه، هم در واقع رانت دستشه، مجال داده به جامعه مدنی که شما دارید میگید فلج؟ خب چرا فلج؟ برای اینکه این جامعه مدنی پولی نداشته، نتونست کسب و کار کنه. ما کجا در دوران پهلوی مثلا یک کسی که بهائی بوده، یک کسی که یهودی بوده، ازش ممانعت میکردن که کسب و کار کنه، جلوی کسب و کارش میگیرن، چیزی که شما به وفور
در واقع در بذارید همین ها رو بپرسم از آقای گوهردانی. آقای گوهردانی شنیدید این مسئله انتقادی هست که خیلی های دیگه هم مطرح میکنن. جمهوری اسلامی کاری که در سالهای گذشته کرده فقط این نیستش که کسب و کارها رو در واقع محدود کرده، اجازه ظهور و بروز ایده پردازی های جدید رو به همین شکل گرفته. یعنی اگر کسی با یک مثلا ثروتمند بوده و زرتشتی بوده تحت تعقیب قرار گرفته، زندانی حتی شده، بهایی بوده هم همینطور. شما چی دارید در این مورد چی فکر میکنید؟ آره، مسئله که کل تحلیل تا ساختار تحلیلی اینجا با مشکل خیلی اساسی و بنیادین مواجهه، یعنی خیلی جدیه مشکل که شاید در این کوتاه مدت نشه. مفهوم مثل رانت، مفهوم رانت از جمهوری اسلامی بر نخواسته. رابطه بین اقتصاد و سیاست است، رابطه بین تولید کالای عمومی و خصوصی است و از غرب برخواسته مفهوم قانون رو. بوکانان و همکارش ابتدا به ساکن در غرب مطرح کردن، بحث کنزیانیزم در غرب مطرح شد در جواب به اقتصاد اصلا. ولی خب الان اینا به نظر میاد که با سیستم های دموکراتیک تونستن کنترلش بکنن، در حالی که کشور مثل ایران این رو نداره. آقای کامیرون همین یک دو شش ماه پیش برای شرکتش واسطه شده بود که پول هنگو و دولت بگیره، برای همین فرلو و دولت بگیره و خودش هم ضد فساد بود و همین نماینده مجلس انگلیس. نه آقای گوهردانی، من نمیگم اتفاق نمیفته، من همینو میگم، میگم رو میشه و طرف باید پاسخگو باشه. بحث اساسی اینه که این سیستماتیکه، به خاطر رابطه اقتصاد و سیاسته. شما رانت رو جایی میتونه، تحلیلگرانی که مثل استیگلیتز و دیگران تحلیل کردن مثلا رانت و تفاوتش در اقتصاد مثل پاکستان با کره و اقتصادهای دیگه، که چرا بحث برمیگرده به اخلاق و اعتماد. به اعتماد هم برمیگرده، میزان اعتماد بین نخبگان و مردم، در درون نخبگان و بین نخبگان و مردم برمیگرده به مسئله همین که شما جامعه حابزی هستید یا جامعه حابزی نیستید. تحلیل هم کمی اصلا نیست، اصلا ایشون که کمی میکنه، تحلیل کیفیه. تمام شاخصهایی که میگه ایشون، شاخصهاشون غلطه اصلا از بنیان. برای اینکه جامعه ایران الان در مرحله تولید ثبات و امنیت هست، خب معلوم محیط کسب و کارش به هم میخوره. تا وقتی که شما وقتی که نتونید تولید کالای عمومی یعنی ثبات و امنیت بکنید که در قانون اساسی و در ارتباط مسالمت آمیز در درون و با بیرون هست. من متوجهم. جناب گوهردانی فقط یه سوالی از شما بکنم توی بحث امنیت که شما بهش خیلی تاکید دارید. جمهوری اسلامی فوکوسش رو در سالهای گذشته، تمرکزش رو به شدت گذاشته رو بحث امنیت. همواره هزینه های نظامی بالا داره رو همین حوزه های تکنولوژی هم خیلی. پس چطور هست که هنوز به اینجا نمیرسه؟ چطور هست که هنوز بخش عمده ای از اصلا منطق درش وجود داره؟ شاه هم منطق داشت. شما در منطقه ای که هستید، در منطقه این بحث اروپای جنگ جهانی قبل از جنگ جهانی اول و دوم هست، یعنی شما در این بحرانی مواجهید که اروپا در جنگ جهانی اول و دوم باش مواجه بودن. اونها هم بحث جنگ های داخلی در درون اروپا باش مواجه بودن. تا وقتی که اون مسئله حل نشد، دو تا جنگ به قول معروف رخ داد تا اینا تونستن مسئله اروپای، ایده اروپای واحد رو حل کنن، مطرح کنن، بتونن در درون اون اروپای واحد اقتصادها بتونه شکل بگیره و دیگه جنگی صورت نگیره که کشورها تار و مار بشن. ما هم در اون مرحله هستیم و به طور طبیعی شاخص‌های امنیت غذایی، امنیت نمیدونم سایر شاخص‌های امنیت کسب کار به هم می‌ریزه، به خاطر اینکه در تولید امنیت نظامی و انتظامی چه در درون چه در برون، به خاطر مسئله حابزی بودن و اختلاف ایدئولوژیک نخبگان ما با هم دیگه بین مردم و اونها و زیگزاگ دائمی نخبگان، این به خاطر اون وجود نداره و شاخص ها با هم به هم میزه. نکته اصلی دیگه اینه که انقلاب اسلامی محصول توطئه کسان نبود. اینکه دوران شاه بهش بود اصلا اینطوری نیست. اون دوران 40 تا 50 شما ببخشید خیلی کوتاه، چون خیلی 4 5 دقیقه شب وقت ندارم. من میخوام جنبندی رو از آقای رشیدی بشنوم. فقط آقای گوهردانی، شما دائم دارین اشاره میکنید به اینکه اعتماد بین نخبگان و مردم و اینجور چیزها رو هی در واقع روش تمرکز میکنین، اما نقش حکومت چیه پس؟ به نظر شما اصلا حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه الان هیچ مسئولیتی رو متوجهش دونست که وضعیت اینه؟ حکومت به صورت خودآگاهش مثل خودآگاه ذهن شماست.
اون چیزی 99% وجود شما و من نهاد ناخودآگاهمونه. نهاد ناخودآگاه هم مجموعه سنت ها، فرهنگ و اون تاریخ یک ملت هست که در روابط و مناسبات روزمره شون مثل تعارف، مثل تمام سنت های مثل نوروز، تمام سنت هایی که ما زبان فارسی، شعر فارسی و فرهنگی که از دلش شعر فارسی در میاد، مثل همین ماه رمضان، ربنا، همه اینها به شما، ربنا به شما میگه ما همه از خداییم، به سوی خدا برویم. خب فرهنگ غرب به شما میگه ما همه از هیچیم، به سوی هیچم میریم، فقط یه لذت اومدیم تو این دنیا لذت ببریم، بیایم با هم اینجا توافق کنیم به لذت ببریم. اینا با هم به لحاظ ساختاری متفاوتن. یکی میگه که شما فرهنگ لذت رو مجاز، لحظه مجاز، یکی دیگه مجاز نیست. پس بنابراین مشکلات بحرانی ایجاد میکنه. مرگ خدا متوجهم. ممنونم آقای گاردن. چون وقت کم هست، من میخوام 2-3 دقیقه آخر رو بدم به آقای رشیدی که خیلی ساکت بود. آقای رشیدی، به هر حال همونطور که صحبت کردیم پیشتر، هم الان بحث مسئله کار کسب و کارهای اینترنتی خیلی خیلی مسئله مهمی هست. بخش عمده ای از مردم به خصوص جوانان روی اینترنت دارن کار میکنن. طرح سیانت مطرح هست. همین بحثایی که این چند روزه شنیدیم، چقدر شما واقعا امیدوار هستید با شرایطی که در حال حاضر می‌بینیم بشه این کسب و کارها بدون اینکه حالا این مسائل جدی اخلاقی و جدی در واقع امنیتی براشون ایجاد بشه کار بکنن؟ والا من فکر کنم جزو معدود آدمایی هستم که امیدوارم، نه خیلی ولی امیدوارم. ببینید، درسته که این شرکت‌هایی که تو ایران شکل گرفتن هیچ کدوم نوآوری عجیب غریبی نکردن، ولی آخرین باری که یه نوآوری عجیب غریب تو دنیای تکنولوژی شد کی بود؟ اینکه یه استارتاپ شکل بگیره، اینکه ایلان ماسک مثلا کلی پول برداره بیاره یه جایی بذاره، رو من راجعش صحبت نمی‌کنم. یه نگاهی به کشورهای دور و بر خودمون بکنیم، کشورهایی که ما باهاشون هممرزیم، کدومشون تونستن مثلا یک چیزی درست بکنن که بگن ما داریم با آمازون رقابت می‌کنیم؟ مهم نیست که چقدر به اون نزدیکه یا نه، اصلا بتونه درست بکنه. افغانستان رو ببینیم، ترکیه که چسبیده به اروپا، اصلا هیچ کدوم از این شرکت‌ها رو نتونسته شکل بده تو خودش. ما اون زیر ساخته رو باید به وجود بیاریم و نداریم. این مسئله جدیست. یک، ما نمیتونیم از زیر ساخته خارج از ایران استفاده کنیم چون تحریم هستیم، پس چاره ای نداریم جز اینکه بریم دنبالش و اینو درست بکنیم، مگر اینکه فردا تحریم برداشته بشه. اگه قرار راه حلی برای شرایط فعلی پیدا بشه، من معتقدم در درجه اول این ایزولیشنی که دور ایران شکل گرفته با تحریم ها باید از بین بره، مردم بتونن به آلترناتیو های سرورهای بیرون از ایران یا چیزای این شکلی دسترسی پیدا کنن که وابسته نباشن به داخل. یک. دو، ما باید نیاز داریم که فرهنگ حقوق دیجیتال رو تو کشور گسترش بدیم. ما نمیدونیم این چیزا واقعیت هستش. گفتم طریق آقای رشیدی، آیا به نظر شما باید از نهادهای دولتی کمک گرفت یا باید از همین نهادهای مردمی این بر بیاد؟ به هیچ عنوان نباید از دولت کمک گرفت. من به شدت مخالفش هستم و به خاطر اینکه هزار تا مشکل وجود داره. طرح سیانت یه نمونه خیلی موفق و به نظر من خوبه که چلو دستمونه. ما بعد خودمون بپرسیم که اون جامعه مدنی که داشت کمپین میکرد، مبارزه میکرد ضد طرح سیانت، این چی کار کرد که هنوزه که دولت رو دارن، قوه قضاییه رو دارن، مجلس رو دارن، نتونستن تصمیم کنن، هیچ کس زیر بارش نرفته. چرا شرکت حوزه تکنولوژی مخالف طرح سیانت بودن، جدی هم پاش وایسادن، اما مثلا پای قرارداد ابر ایران که میرسه میگن ما چاره ای نداریم؟ میخوام بگم که اینجوری نیست که نمیشود کاری کرد. نیاز به یک اراده ای هست، نیاز به وجود اومدن یک سازوکارهایی در این شرکت ها هست برای اینکه بشه به این نقطه رسید. طبیعتا با شرایط ایران اینجوری نیست که بگیم فردا بهشت میشه، اصلا چنین چیزی نیست، اما پتانسیل های خیلی بالایی وجود داره که میشه از اونا استفاده کرد برای اینکه بشه رو سیاست گذاری حکومت اثر گذاشت. خیلی ممنونم آقای رشیدی، آقای احمدی، آقای گوهردانی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و امیدوارم به همتون وقت بنده کافی رسیده باشه. ممنونم از شما که بیننده این برنامه بودید. شب و روز خوش.